به همه شما بینندگان خوب برنامه بر بال سیمرغ سلام میکنم. امیدوارم که هر کجا که هستید سالم و تندرست و خوش و خرم باشید. خیلی خوشحالم که خدمتتون عرض کنم ما امشب این شانس رو داریم که در خدمت یک میهمان ویژه و میهمان گرامی باشیم، خانم عضو علوی طالاقانی که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. خیلی خوش آمدید. ایام سیمرغ بر شما مبارک. ما در خدمت شما هستیم. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و خوشبختم که یه همچین فرصت پیش اومده که در آستانه سالگرد معرفی خرمریم به عنوان ریاست جمهوری برگزیده مقاومت در خدمت شما هستم. خواهش منم اختیار دارین. خیلی خوش آمدید. عرض کنم حضور شما که الان ما در سال 87 هستیم. یعنی در حدود 40 ساله که از حضور زنان در صفوف مجاهدین و در نبرد با دو دیکتاتوری شیخ و شاه میگذره که در بسیاری از این مقاطع خود شما از نزدیک شاهد همین نبرد بی امان بودید. حالا ما میخواییم در این فرصت با سوالاتی که من خدمتتون مطرح میکنم نگاهی بندازیم به همین پروسه تاریخی، به برهای مختلف این تاریخچه باشکوه و ببینیم که دستاورد تاریخی مقاومت ایران در رابطه با حقوق زنان چه بوده. حالا میخوام برگردیم به همون ابتدای تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که در زمان دیکتاتوری شاه. خب خانم طالاقانی، از یک طرف ما در اون برهه زمانی شاهد این بودیم که به هر حال حکومت دیکتاتوری وابسته و سرکوب و اختناق و محیط بسته، ولی از یک طرف دیگه رژیم شاه برخلاف ولایت فقیه به ظاهر مخالف حقوق زنان نبود. حالا سوالم اینه که در اون شرایط تاریخی وقتی صحبت از پیوستن زنان به صفوف مجاهدین میکنیم، این چطوریه که یعنی چطور میشه اینو به این دفتر، چون من میگم که خب بسیار خوب زنان پیوستن به مبارزه در برابر دیکتاتوری، این چه ارتباطی با مسائل خاص مبارزات زنان داره؟ بله ببینید، توی جوامعی که دموکراسی هست وقتی بحث آزادی زنان میکنیم و حقوق زنان میکنیم یه چیز مشخصیه، یعنی شرکت زنان در فعالیت اجتماعی و سیاسی. اما وقتی که ما در یک نظام دیکتاتوری بحث میکنیم، دیکتاتوری شاه که اولیه ترین حقوق مردم که حق آزادی ازشون دریغ میکنه و سرکوب و اختناق حاکمه، حقوق برای زنا نمیمونه و به طور مضاعف زنان بیشتر زیر ستم قرار میگیرن، یعنی بیش از مردان. بنابراین تا موقعی که دیکتاتوری هست احقاق حقوق زنان در مسیر مبارزه با دیکتاتوری امکان پذیره، یعنی نمیشه کسی بحث از حقوق زنان بکنه بدون اینکه دیکتاتوری رو کنار بزنه. یعنی دوتا نیست این، نه خیلی، یکی. یعنی حتما باید در مبارزه علیه دیکتاتوری شرکت بکنه تا بتونه راه ورود زنان رو به عرصه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی باز بکنه. خب شما میدونین دیگه در تاریخ میهن ما، به دلیل اینکه البته در تاریخ میهن ما در زمان صدر مشروطه و یا زمان از صدر مشروطه تا نهضت مصدق حضور زنان در مبارزات بوده، ولی از اونجا که یه جامعه سنتی داشتیم و از اونجا که در این جامعه سنتی زن خونه نشین هستش، به خصوص این که دائما زیر دیکتاتوری بوده، بیرون کشیدن زنا از خونه و پیوستنشون به مبارزه خودش یک راه گشایی بود، به خصوص در بعد پیدایش سازمان مجاهدین که ما با شرکت زنان در با حضور زنان در سازمان مجاهدین و انتخاب
یک زندگی مبارزاتی حرفه‌ای روبرو هستیم. یعنی زنایی که از همه چیزشون گذشتن، تمام وقت قید و بندهای اجتماعی رو که دست و پاگیر بود و واقعا هم سخت بود توی جامعه سنتی، اینا رو کنار زدن و این یه راه گشایی بود و تمام زندگیشون رو صرف مبارزه کردن. این یک گام بسیار مهم تاریخی و یک راه گشایی جدی برای زنای جامعه همون بود و اینم امکان پذیر نبود احقاق حقوق زنان مگر با ورودشون به مبارزه سازمان یافته و حرفه‌ای شدنشون، که این راه رو زنان پیشتاز در اون زمان برای ما گشودن. پس خانم سراغانی، در واقع با این توصیفی که شما کردین و توضیحاتی که دادین، پس باید شاهد این راه گشایی در امر مبارزه و تأثیرش بر روی حضور زنان در جامعه باشیم. ما نمونه هایی دارین از همون مقطع تاریخی که این راه گشایی چطور روند حضور زنان رو تسریع کرد و باعث گسترش حضورشون شد؟ بله، از همون زمان، یعنی از اولین زن مجاهد شهید که فاطمه امینی بود، بله روحش میشاد، شما از نزدیک میشناختید؟ من فاطمه امینی از نزدیک میشناختم، بله دیده بودم ایشون. و همینطور بعدش هم که زنان مجاهد دیگه همچون شهید اشرف رجوی و شهید بهجت تیفتکچی که باز من تو دانشگاه اینا رو دیده بودم و میشناختم، اینها و زنان مبارز دیگه مثل مهنوش ابراهیمی و مرزی اسکویی که مربوط به فدایی ها بودن، اینها به مبارزه پیوستند. این یک انگیزش و یک برانگیختگی در زنان روشنفکر اون موقع جامعه و بالاخص دانشجویان ایجاد کرده بود. مثلا وقتی که ما میشنیدیم اونجا، من حالا به صفت دانشجوی اون موقع میگم، که در درگیری با ساواک شاه که یک تابوی بود اون زمان دیگه، کسی اصلا فکر نمیکرد که با ساواک بتونه روبرو بشه، در درگیری با ساواک شاه یا دشخیمان شاه یک زنی حضور داشته که این زن حالا یا فرار کرده یا دستگیر شده یا شهید شده، این یک اسطوره بود و زبان به زبان همه جا میچرخید و برای هممون افتخار بود که زن در درگیری با ساواک شرکت کرده و یک همچین نقشی داشته. این خب تأثیرات خیلی زیادی داشت. مثلا من خودم به دلیل همین که گفتم فاطمه امینی رو میشناختم یا شهید اشرف رجوی رو میشناختم، خب وقتی که اینها رو دیدم، وقتی سرگذشت قهرمانی های فاطمه امینی رو در زیر شکنجه ها شنیدم